فکر کنم به اعتمال خیلی زیاد و پنج روزه از میلاد با شکوه ایسای مسیح گذشته شاید در این روزهای اخیر برعکس اون روزی که برای جشن میلاد ایسای مسیح اومدیم که چقدر روز شادی بود یادتونه و همینجور خبرهای خیلی عالی در مورد میلاد جشن میلاد عیسی مسیح میشنیدیم برعکس شاید در این روزها پیام های خیلی منفی شنیدیم برعکس پیام شاد میلاد عیسی مسیح آشفتگی بوده ترس بوده بیماری بوده شکست بوده شاید خیلی چیزای منفی رو در زندگیمون تجربه کردیم مخصوصا خبرهای بیمهابایی که از ایران همینطور به گوشمون میرسید چقدر واقعا باعث تشویش شد چقدر باعث پایین کشیدن ما شد درسته؟ این باعث شد بعضی ترسا خیلی خوبه باعث شد که بریم در دعا و روزه روی خدا رو بطلبیم. اما در همه این تشویش ها در تمام این بالا پایین شدن های زندگی همیشه و همیشه و تا عبدالعباد انجیل ایسای مسیح خداوند حاوی یک خبر شاد و همیشگی برای تمام دوران های زندگی ماست خبر خوش اینه که خدا کنترل رو در دست داره دل شما مستحکم باشه آرامی بیابید آمین شاید هر از گاهی شیطان و نیروهای اخلالگرش گناه و آشفتگی رو تو زندگی ما همینجوری به بار بیارن حرکت کنن اما نمیتونن عزیزان نمیتونن هیچ مانعی بر سر راه اراده نیکوی خدا قرار بدن باور میکنی این روزها یه آیه یه که خیلی باعث دلگرمی من شده هنوز نتونستم کاملا زندگی کنم حقیقت رو بگم ولی واقعا خیلی موقع ها باعث قوت و سرزندگی من شده که امروز میتونه این آیه تمرکز شما رو از چیزهایی که مشوشتون میکنه آینده گذشته حال برداره روی کلام خدا بذاره آمین ایمانم اینه افسوسیان بابی یک آیه یازده میگه زیرا بنابر قصد او که همه چیز را مطابق رأی اراده خود انجام میدهد عزیزان خدا میخواد از طریق این آیه ما قدرت بیقیاس نامحدود و بسیار عظیم او رو بشناسیم آگاه باشیم به خصوص وقتی در طوفان هاست اون قدرتی که همه چیزها رو موافق رأی خودش در میاره رأی اراده خودش باور میکنین؟ همه چیزها رو نه بعضی چیزها رو بلکه همه چیزها رو نه 50 درصد نه هشتاد درصد بلکه همه چیزها رو آسمون و زمین رو به هم میدوزه تا همه چیزها رو موافق رأی اراده خودش قرار بده آمین پس چقدر ما باید آرامی بیابیم چه بخوایم چه نخوایم اینقدر تقلا نزنیم او همه چیز رو موافق رأی اراده خودش قرار خواهد داد چرا؟ و بعدش میگه تا اینکه جلال او ستوده بشه تا اینکه همه ای ما یاد بگیریم که او رو خدا بدونیم آمین او رو خدا بدونیم او ارادهش رو انجام خواهد داد امروز میخوام با شما راجع به در آغوش کشیدن زندگی صحبت کنم اون زندگی که پر از حیاته اون زندگی که پر از سر زندگیه پر از خوشیه پر از رضایته پر از وعده های عالی و گرانبهای های خداست امروز میخوام راجع به حیات و زندگی با شما حرف بزنم یه زندگی خاص زندگی که هر روز در هر شرایطی ما رو بالا میبره انقدر ما رو بالا میبره تا یک روز متوجه میشیم به حضور خدا برده شدیم به آسمون خدا برده شدیم باور میکنی؟ این زندگی که من امروز میخوام توصیفش کنم ترسیمش کنم با شما حرف بزنم از من نیست بلکه من یاد گرفتم از زبان انجیل نویس عالی ما لوقا این انجیل نویس بی همتا لوقا که این زندگی زیبا و غیر قابله توصیف رو برای ما بازگو میکنه وقتی عزیزان با لوقا در انجیل با شکوهش قدم میزنی میبینی لوقا مثل یک محقق مثل یک گزارشگر کتابش رو داره مینویسه مکالمات او گزارشاتی که او تهیه میکنه انگار مستقیم با شاهدان عینی خودش رو در رو داره صحبت میکنه انگار رفته دونه دونه با افراد داره مصاحبه میکنه با اون شاهدان عینی که خودشون اونجا در صحنه حاضر بودن اون نه تنها گزارشگره یک محقق عالیه بلکه او یک طبیب ماهره عزیزان برای همین ما رو دعوت میکنه که در انجیلش ایسای شفادهنده رو بشناسیم اون نمایش قدرتمند از توجه و شفقت ایسای مسیح نسبت به بیماران به ما ارائه میده و عزیز نه تنها یک محقق نه تنها یک طبیب ماهره بلکه مثل یک پرستنده عزیزان انجیل سرودخانی شو وارد قلب و روح و جان ما میکنه هیچ انجیلی به اندازه انجیل لوقا سرود توش نیست سرود تمجید مریم هللویا جان من خداوند رو تمجید میکنه روح من به رهاننده من وجد میکنه زیرا بر حقارت کنیز خودش نظر افکند کجا میشه یه همچی سرودی پیدا کرد سرود متبارک زکریا خداوند خدای اسرائیل متبارک باد زیرا که از قوم خودش تفقد نمود و شاخ نجاتی برای امت ها مهیا فرمود سرود جلال فرشتگان که ما رو تا آسمون خدا روحمون رو اوج میده خدا را در عرش برین جلال باد سلامتی در بین مردم بر زمین سلامتی و بر بین مردم رضامندی باد و اوج سرود ها میرسه به سرود شمعون پیر در لوقا باب دو آیه سی که جایگاه والایی همیشه داشته و خواهد داشت در مسیحیت الحال ای خداوند بنده خود را رخصت ده زیرا که چشمانم نجات تو را دیده است نوری را دیدم که کشف کلام برای امتها کرده و قوم مخصوص خود را جلال بود لوقا فقط عزیزان یک پرستنده نبود بلکه یک پرستنده خوش بود چون تکرار خوشی شادمانی دائما در انجیل او موج میزنه امروز شادی کنید زیرا نجات دهنده در شهر داوود برای شما مولود شد مسائلی های که پسر گم شده گوسفند گم شده سکه گم شده پر از وجد و شادیه حتی کلمات آخر انجیل لوقا در باب 24 آیه 50 و خورده ای می میگه پس شاگردان وقتی او رو دیدن که به آسمون برده شد سرودخانان پرستش کنان با شادی عظیمی به اورشلیم برگشتند اما لوقا فقط مثل یک محقق مثل یک طبیب مثل یک پرستنده صحبت نمیکنه بلکه او یک واعظ تواناست روایت های او رو وقتی می خونیم از ورود مزفرانه عیسی مسیح به اورشلیم تا صعود او به آسمون واقعا نمونه ای از یک واعظ توانا به واعظین کلام خدا ارائه میده و جالبش اینه که فقط اون نوشتاری عالی نداره سبک خیلی سطح بالای یونانی نمی نویسه بلکه عزیزان زبان تصویری خیلی قوی داره لغا تصویرهای زیبا و عالی از عیسی مسیح ترسیم میکنه حتی گفته شده در قرن دوم که لوقا نه تنها طبیب ماهر بوده بلکه یک نقاش بوده برای همین چنین تصویرهای زیبایی رو در انجیلش به ما ارائه میده گفته شده یک روز یک نقاش مشهوری یک تصویر خیلی زیبا از عیسی مسیح میکشه و یک فرد خیلی کاردان و متبهری به او میرسه میگه من فکر میکنم تو عیسی رو خیلی دوست داری که انقدر زیبا او رو به تصویر کشیدی نقاش میگه بله من دوستش دارم اما اگه خیلی بیشتر دوستش داشتم خیلی زیباتر نقاشی میکردم تصویر ایسای مسیح و ایسا عیسی رو خیلی دوست داشت عزیزان که چنین تصویرهای زیبایی رو در معرض دید ما در انجیلش به نمایش میذاره و هر دفعه که من انجیل لوقا رو میخونم مخصوصا این اواخر دعا و اشتیاق قلبی من مشتعل میشه که برای خدمت وظی که میکنم خدمت کلام مسیح رو عزیزان در همه جلالش در همه شکوهش در همه یگانگیش در همه عظمتش در همه اون محبت نابش که این روزها دارم مزمزه میکنم بتونم در معزا و تعلیمای خودم به تصویر بکشم نه اینکه تا خودم نامی پیدا کنم عزیزان برای اینکه بتونیم عاشقانه تر او رو خدمت کنیم عزیزان با شور و شعف بیشتری او رو پرستش کنیم تا او رو عمیقتر عاشقانه تر محبت کنیم تا او رو غیورانه تر اعلام کنیم به دنیا آمین باشه که این مقدمه ای که گفتم راجع به انجیل لوقا باشه که لوقا رو انجیلش رو بیشتر دوست داشته باشیم با لوقا قدم بزنیم در انجیلش آمین و لوقای عزیز این مدافع راستین مسیحیت امروز دست ما رو میگیره و به مکان و زمانی میبره انگار درست همین روزا بوده چرا؟ چون میخواد امروز امید و زندگی رو در دلهای ما بنا کنه در دلهای ما بیدار و روشن کنه تقریبا انگار همین روزها بود یک ماه بعد از تولد یک ماه خوردهی بعد از تولد ایسای مسیح معمولا در قانون شریعت این طور بود که برای که پسر ارشد وقتی به دنیا می آمد بعد از تقریبا چهر روز باید او رو تقدیم خدا می کردن همینجور وقتی یک بانویی پسر به دنیا می آورد تا چند روز تا چهر روز نمیتونست تطهیر نداشت پس به خاطر این دو مورد اونا رفتن معبد که آین تطهیر و آین تقدیم ایسای مسیر رو انجام بدن رفتن که این میلاد سماوی رو این نور عالم رو تقدیم خدا کنن من آیاتی از انجیل لوقا از باب دو آیه 25 تا 33 برای شما قرائت میکنم وقتی که وارد معبد خداوند شدن یوسف و مریم با اون عیسای کوچولو در آغوششون نوشته شده در آن زمان مردی پارسا و دیندار شم اون نام در اورشلیم میزیست که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح القدس بر او قرار داشت روح القدس به وی آشکار کرده بود که تا مسیح خداوند را نبیند چشم از جهان فرو نخواهد بست پس شمعون به هدایت روح وارد صحن معبد شد و چون والدین عیسی نوزاد او را آوردند تا آین شریعت را برایش به جا آورند شمعون در آغوشش گرفت و خدا را ستایش کنان گفت ای خداوند حالا بنا به وعده خود خادمت را به سلامت مرخص میفرمایی زیرا چشمان من نجات تو را دیده است نجاتی که در برابر دیدگان همه ملت ها فراهم کردی نوری برای آشکار کردن حقیقت برای دیگر قوم ها و جلالی برای قوم تو اسرائیل پدر مادر عیسی از سخنانی که درباره او گفته شد شگفت زده شدند سپس شمعون ایشان را برکت داد و به مریم مادر او گفت مقدر است که این کودک موجب افتادن و برخواستن بسیاری از قوم اسرائیل شود و آیتی باشد که در برابرش خواهند ایستاد و به سان اندیشه دلهای بسیاری آشکار خواهد شد و شمشیری نیز در قلب تو فرو خواهد رفت مریم و یوسف طبق شریعت موسا آین تطیر مریم و تقدیم ایسا رو داشتن انجام میدادن درست زمانی بود بازم میگم مثل همین زمان ها من خیلی دوست دارم زمان های خدا رو دنبال کنم وقتی مریم و ایسا برای وقف ایسا به معبد رفتن پیر مردی رو ملاقات کردن عزیزان پیر مردی به نام شمعون که میگه او پر از روح خدا بود او یه موقع تو زندگیش شاید سالها پیش شنیده بود عزیزان یک وعده ای از خدا دریافت کرده بود اسم شمعون اصلا با خودشه شمعون یعنی شنونده کسی که از خدا میشنوه عزیزان با اینکه پیر بود اما منتظر مرگ خودش نبود بلکه منتظر وعده خدا بود پر از امید بود پر از انتظار بود انتظاری خوشبینانه عزیزان اینجا جا داره که یه ای بکنم که ما هرچی که سنمون سن میره بالا به طرف سالخوردگی میریم خیلی خوبه که از پیر شدن نترسیم با تمام مشکلاتی که داره از پیر شدن نترسیم اما از پیر شدن روحمون بترسیم نیست؟ چون میگه وقتی انسانیت ظاهری ما رو به زوال حرکت میکنه این انسانیت باطنی ما عزیزان خوب گوش کنی با توجه به شنیدن کلام خدا و تکیه به وعده های های خدا روز به روز چی میشه؟ تازه تر میشه لازم نداریم که وقتی پیر میشیم اینقدر پر از حسرت و آه باشیم بسیاری به پایان زندگی میرسم، من خودم شاهد خیلی ها بودم ولی پر از حسرتن حتی در مسیحیت چرا زودتر ما نیوردم آه میکشن در تحقیقی که از یک پرستاری انجام داد از چندین پیر مرد و پیر سالخورده زن که در حال مرگ بودن از پنج تا پشیمانی صحبت کرده این پرستار خوبه که بشنوید این وسط یه پرانتزی باز کنم تا یه مقدار این چیزهام واقعا قلب ما رو بالا بکشه پنج تا ای کاشه اولین ای کاش اینه که ای کاش شها... شجاعت این رو داشتم که اونطور که به نظر خودم درست بود زندگی می کردم. نه اونطور که دیگران به من تزریق میکنن امین؟ آمین؟ دومین ای کاش ای کاش ای کاش سخت کار نمی کردم. سخت خدمت نمی کردم به زندگی زن و وقت بیشتری می دادم. حتی نوشته شده بود این خیلی در مورد مردان صدق میکنه، چون مردان خیلی سریع غرق کار و خدمت میشن. و اغلب زندگی خانوادگی و زن و رو نادیده می گیرن عزیزان کار کردن و خدمت کردن عطیه خداست هدیه خداست اما نه به قیمت از دست رفتن زندگی رابطه زن و شوی. و سومین حسرت ای کاش شجاعت ابراز احساساتم رو داشتم و در این زمینه خیلی از افراد عزیزان برای حفظ صلح و یه آرامش کاذب با دیگران احساسات خودشون رو سرکوب میکنن و اغلب بعد از چند سال متوجه میشن که پر از تلخی پر از رنجش هستن و چهارمین ای کاش ای کاش با دوستام با کلیسام با اهل ایمان بیشتر در مشارکت بودم و پنجمین ای کاش در نهایت ای کاش شادتر بودم یه روزی عزیزان متوجه میشیم هنوز منم متوجه نشدم که شادی یک انتخابه که از درون ما برمیخیزه عزیزان بستگی به شرایط زندگی ما نداره شادی سرچشمش خداست و ایمان به وعده های نیکوی خدا درست مثل شمعون پیر آمین بیایم در هر سنی که هستیم داریم رو به کهولت میریم رنجید خاطر نباشیم از اینکه سنمون میره بالا چون خیلی ها حتی فرصت پیر شدن رو ندارن درسته؟ یه آمین داره یا نه؟ شمعون پیر میریم سراغ این عزیز کسی که انگار تمام عمرش با وعده خدا زندگی کرد و وقت خدا بود پر از انتظار بود پر از امید بود بالاخره بعد از سالها انتظار روز موعود فرا رسید اون مسیح نوزاد رو از دستان مریم میگیره مریم نور رو به دستای لرزون شمعون میده و شمعون نجوا کنان. حتی من احساس میکنم یک کمی خمیده ولی پر از شادی و لذت این نور رو در آغوش میگیره و زیر لب میگه نجات تو ای خدا منو مرور کرد چون حالا خود زندگی رو در آغوش کشیدم خود حیات رو در آغوش کشیدم پس بگذار دیگه هیچ چیزی بر زمین نمیخوام بگذار خادم تو مرخص شه و پیش تو پرواز کنه عزیزان وقتی این آیات رو میخونی انگار حضور خدا پر از اون فضا بود حتی شخصی که داره میگی میخوام برم آسمون پر از آرامشه پر از شادیه لبریز از حیات و حضور خدا در آغوش کشیدن عیسی و از در آیات بعد میبینیم که چطور شهادت او به پرستش میرسه و پرستش او به نبوت عالی ختم میشه چرا عزیزان چون او خداوند عیسی رو در آغوش گرفته بود چون که ایسا رو در آغوش گرفته بود چون که چشمانش نجات دهنده خودشو که سالها با شادی منتظرش بود لمس کرده بود دستاش چشماش نجات دهنده رو لمس کرده بود از آن نجات دهنده چه اسم قشنگی نیست من عاشق اسم ایسا هستم که معنیش نجات دهنده است بیش از 300 اسم در کتاب مقدس راجب عیسی که میخوان عیسی رو توصیف کنن از این اسما به کار میبرن اما عزیزان میخوام بگم عیسی رو نمیشه حتی در تعداد هزاران اسمی که به او داده شد توصیفش کرد مثل اینکه یه اقیانوس بیکران و عظیم و بخوای توی بطری کوچولو بریزی تمامی هزاران نام های عیسی از جلال و زیبایی و شکوه او قاصر میاد اما من خودم شخصا بیشتر از هر اسمی اسم یشوع نجات دهنده که لوقا خیلی زیبا معرفیش میکنه دوست دارم اولین بار در لوقا باب دو آیه ده میگه فرشته به ایشان گفت ما ترسید زیرا که یک بشارت عظیم خوشی عظیمی برای جمعی مردم روی زمین اومد زیرا امروز در شهر داوود نجات دهنده مولود خواهد شد آمین در این لحظه عزیزان روی سخنم با مهمونهای عزیزه کسایی که میرین و میایین و شاید بارها پیام انجیل رو شنیدین ولی هنوز این نجات دهنده عالی رو در بر نگرفتین عیسی رو در آغوش نگرفتین میخوام بهتون بگم شما به مذهب احتیاج نداریم شما هرگز به مذهب احتیاج ندارین عیسی اومد تا تک تک ما رو و مایانو رو از مذهب نجات بده آمین اولین نجات دهنده اون اینه که ما رو از مذهب نجات بده شمون میگه عیسی نجات منه عیسی نور رستگاری قایی منه عزیزان ایسا نجات میده نه ایسا به اضافه اعمال نیکو پسندیده نه ایسا منهای اعمال بد خیلی خوب باشی مهربون باشی صدقه بدی نه بلکه ایسا تنها عیسی نجات دهند است ایسا عزیزان عیسی به اضافه هیچ چیز مساوی با همه چیز آمین ایسا این نور رستگاری که در قلب ما وارد میشه شمون اینو تجربه کرد که دیگه کافی بود براش پر بود لبریز بود میخواست فقط بره پیش خدا اجازه بدین یک کمی راجب این ایسای نجات دهنده که این نور رستگاریش میتونه هر انسانی رو منور کنه یه تمثیل بیارم شاید خیلی ماها باش آشنا باشیم گفته شده در خلیج فارس در شبهای خیلی طوفانی شبهایی که تاریکه و دریا طوفانیه و خیلی اعتمال داره که کشتی کوچیک غرق بشن برای همین کشتی اونجا در اون شب های طوفانی تردد میکنه در اون شب های تاریک شب و دریا رو دیدین عزیزان خیلی ترسناکه خیلی ترسناکه مخصوصا وقتی که طوفانه مخصوصا وقتی تو قایقی اون وسط اصلا از خشکی دوری نیست یک ترسی یک یک هیبت خیلی ترسناکی داره دریا و خدا رو شکر برای این کشتی های عالی که یک فانوس بود بلند و بزرگ بالای اون عرشه وصله و همینجور راه میرن کشتی هایی که در حال قرقن اونا میدوند تا این کشتیها رو نجات بدن از اون روز اسم این کشتیها رو گذاشتن نور رهایی نور رستگاری عزیزان ایسای مسیح اون نجات دهنده ماست که ما را از اون دریاهای طوفانی موت و گنا در اون زندگی در هم بر هم ما رو نجات میده در اون قایق امن خودش قایق رستگاری خودش وارد میکنه و به بندر مراد میرسونه آمین عیسی عزیزا نجات میده نه یک بار بلکه پی در پی عیسی فقط یک شروع تازه نمیده بگه الان نجات پیدا کردی قشنگ خوب بیست برو کارهای زندگی تو انجام بده دیگه خرابکاری نکنی ها دیگه الان زندگی تو قشنگ خوب انجام بده برو یه زندگی عالی کن نه عیسی امروز نجات میده فردا عیسی نجات میده عیسی تا ابد نجات میده عیسی هر روز نجات میده وقتی در چاه شیرانی عیسی نجات دهنده ای توست وقتی در آتش های تجربه های بی هستی عیسی نجات دهنده ای توست وقتی در اون آتش های عیسی رو تمرکزت روی عیسی میگیری و ایسا رو در آغوش میگیری ایسا نجات توست متبارک باد نجات دهنده ای که فراوان 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 و فورا در زندگی ما به وقتش یافت میشه وقتی در اثر حوادث و خبرهای ناگهانی مثل یک سطل سوراخ میشی که تمامی اون حیات اون انرژی های عاطفی از تو خارج میشه و دیگه این احساس میکنی هیچ زندگی در تو نیست واقعا خیلی مقامه این اینو تجربه کردم تو همون قسمت وقتی رو تو به طرف عیسی میکنی فقط یک ندایی از اسم او یک حضوری از نام مقدس او عیسی رو در آغوش میگیری میفهمی عیسی نجات توست آمین وقتی گیج و درمانده ای و پر از مشکلات توضیح ناپذیری پر از ابهامی در زندگی عزیزان من این روزا فهمیدم خود مشکل انقدر انسان رو آزار نمیده که ابهامات مشکلات نیست نیروی حیاتی ما رو به یغما میبره خود من یه موقع پر از انرژی این یه موج کوچیک همینجور تلاش میکنم میخوام خودم رو به ساحل برسونم یه هوی نمیدونم از کجا یک طوفان میاد منو پرت میکنه دوباره وسط دریا دوباره منو موج کوچیک میشم که شنا میکنم و میخوام خودم رو به ساحل برسونم دوباره و دوباره ولی در همون ابهام ها که نمیدونی چرا چرا در درگیر این مشکلات هستی وقتی ایسا رو در آغوش میگیری حتی وقتی جواب چراها داده نمیشه تو پر از انرژی میشی پر از حیات میشی پر از سر زندگی میشی عزیزان انقدر زندگی توی تو حجوم میاره که حاضری با خوشحالی به دیار بعید سفر کنی مثل شمعون وقتی ایسا رو در آغوش میگیری آمین وقتی او رو میپذیری او نجات تو میشه رهاننده ای تو میشه از موت و گناه نه فقط از موت و گناه در تمامی عرصه های زندگی آمین و سمعون شمعون این یهودی خدا پسند از ستایش به نبوت میرسه و به طور شخصی از درد و رنج این نجات دهنده صحبت میکنه و میبینیم که چطور سایه صلیب عزیزان در طول عمر عیسی با عیسی بود از ابتدا تا انتها ما در انجیل لوقا به خصوص در این آیات میفهمیم صلیب یه چیز تصادفی نبود یه چیزی نبود که در آینده به وجود بیاد صلیب در فکر در قلب ابدی و ازلی خدا بوده و خواهد بود و اون میگه این کودک باعث برخواستن و افتادن بسیاری خواهد شد عزیزان شمعون داره پیشگویی میکنه تو امروز نمیتونی نسبت به عیسی مسیح خداوند بیطرف باشی شمعون میگه منظورش اینه مردم یا ایسا رو به عنوان نجات دهنده با شادی میپذیرن یا کلن او رو رد میکنن هیچ حد و وسط این وسط وجود نداره ایسا پیامبر اب بچگی دوستش داشتم یک آلم خوابش رو دیدم اینا تو رو رستگار نمیکنه امروز تو هر تصمیمی که با ایسا بگیری خواهی برخواست یا با تصمیم خودت خواهی افتاد برخی از افراد با ایمان به نجات دهنده جواب میدن و برخی از افراد با بی ایمانی و اینو بهتون بگم عزیزان خیلی تجربه کردم جهان و دنیا همیشه و همیشه خیلی راحت میتونه ایسای نوزاد رو در آغوش بگیره در شبهای های وایناختن اما دنیا اما دنیا با مسیح مصلوب که به خاطر گناهان ما مصلوب شد تا بتونه نجات دهنده من و تو باشه همیشه مقاومت میکنه همیشه او رو مورد اناد و حمله قرار میده ایسای کوچیک شاید بتونه همه رو دور هم جمع کنه اما اما مسیح مسلوب انسانها و تاریخ رو تا ابد از هم جدا میکنه تو امروز تویی که هنوز عیسی نجات دهندت نشده تو امروز نمیتونی در برابر عیسی مسیح خداوند خونسا باشی تو نمیتونی او رو نادیده بگیری چون او در تمامی تقاطع زندگی تو ایستاده و تو امروز با تصمیمت میتونی اعلام کنی که او نجات دهنده توست یا یک دروغگو و متقلبه حد و وسطی وجود نداره تصمیمی که راجب عیسی تو امروز میگیری یا تو رو بلند میکنه انقدر بلند میکنه تا اوج عزت پیوند و همنشینی با خدا و لشکرهای آسمانی یا تو رو عزیزم تا حزیز ذلت که جدایی از نجات دهنده است تا ابد دور نگه می داره تو امروز در هر شرایطی که هستی میتونی مثل شمعون ایسا رو در آغوش بگیری عزیزم میخوام یادتون باشه چیزی که داره ایسا میگه داره نبوت میکنه داره به آینده اشاره میکنه او هیچ کتابی نداشت او هیچ کتاب مقدسی نداشت امروز ما همه داستان رو داریم امروز ما کتاب تکمیل شده رو داریم ما امروز ایسای پر از فیض انجیر سلامتی رو داریم آمین و تو هیچ بهونه ای نداری که به اون نه بگی. به جز اینکه خودت قاطعانه تصمیم بگیری تا حزیز ذلت جدایی از نجات دهنده پیش بری و آیه 29 میگه حالا آماده‌ام که برم الحال خداوند بنده خود رو اجازه بده رخصت بده به سلامتی همون وعده‌ای که به من دادی که گفتی تا نجات دهنده رو در آغوش نگیری نمیمیری الان چشمان من نجات تو رو دیده و دیگه هیچ چیز بر زمین نمیخوام وقتی اینو میخونی یاد کدوم کلام میافته عزیزان یاد کلام معروف پولس در فیلیپیان باب یک آیه 23 میگه خواهش دارم یک چیز میخوام که رهلت کنم با مسیح باشم چون این خیلی بهتره همین کلمه رهلت رو میگه عزیزان من میخوام به این کلمه این واجهی که پر از عظمته پر از پیامه و چقدر امروز میتونه ترسای مرگ رو از ما دور کنه و وجود ما رو پر از زندگی کنه حتی برای رفتن پیش منجی عزیزان در اون زمان دریا نوردان معمولا از این واجه استفاده میکردن وقتی که بادبانهاشون رو آماده میکردن که به سفری دور برن وقتی میخواستن ساحل رو ترک کنن برای رسیدن یه جای دور برای رسیدن مقصدی تا با افق می گفتم بیایم رهلت کنیم بادبانهای های خودمون رو بکشیم و شروع کنیم به سفر و سربازان پیروز در جنگ هم از این واژه استفاده میکردند. وقتی در جنگ پیروز میشدن میگفتم بیایم چوبهای چادرهای چادر خودمون رو بالا بکشیم چون پیروزی عظیمی به دست آوردیم و باید هممون به سوی خانه بتازیم بیایم رهلت کنیم به سوی خانه بتازیم متوجه هستین عزیزان چه واژه پر از عظمت و غنیه فیلسوف ها هم عزیزان در دوران عهد عتیق از این واژه استفاده میکردن وقتی با یه مشکلی برخورد میکردن وقتی تو ذهنشون پر از سوالای بی جواب بود وقتی بارهای مسئله ای رو زیر و رو میکرد چرا چرا ای خدا نمیتونم حلش کنم ناگهان یه تلنگر یه نوری میامد گفتم آها تازه فهمیدم الان شناختم الان فهمیدم الان منور شدم عزیزان همین چیز و پولوس تو اول قرنتیان باب سیزه آیه دوازده میگه از همین واژه استفاده میکنه میگه یک روز خواهم شناخت یک روز درک خواهم کرد الان نمیتونم هیچ توضیح بدم الان هیچ توضیح بر این گره کورهایی که تو زندگیمه ندارم الان همه چیزو محو میبینم الان همه چیزو در آینه میبینم الان پر از سردرگمی ام الان نمیتونم مشکل زندگیمو حل کنم از هر راهی که وارد میشم به بنبست میخورم اما همه با هم بگیم اما اما عاشق این باجم میدونین؟ مخصوصا این آذربایجانی ها خیلی زیبا میگن من هنوز یاد نگرفتم چی میگم مریم چی؟ آما زیباترین کلمه ربط در کلام خداست انگار ما رو از تاریکی به نور میاره از بومبست ها به راه میاره از انحراف به مسیر درست میاره اما یک روز به کمال خواهم شناخت الان هیچ توضیحی براش ندارم برای گره کورهای زندگیم همه با هم بگیم اما آن روز موعود وقتی عیسی رو میبینم وقتی نجات دهنده خودم رو در آغوش میکشم وقتی نجات من به کمال میرسه وقتی عیسی جلال را یافته رو در بر میگیرم خواهم شناخت خواهم فهمید به کمال خواهم فهمید آمین آیا این امید بزرگی رو در تو زنده نمیکنه؟ آیا این زندگی رو در تو بیدار نمیکنه؟ آیا امروز به اندازه کافی اشتیاق پیدا کردی که این زندگی رو این حیات رو با اون اشتیاق نه همینطوری واقعا جان بدی براش ولی در بر بگیری؟ آمیناتون خیلی ضعیفه آمی. همه چیز امروز به تصمیم شما بستگی داره عزیزان آن چیزی که امروز زندگی تو رو عوض میکنه پر از حیات پر از زندگی و شادی میکنه شرایط زندگی تو نیست که تو پاس بگیری خونه بگیری زبان آلمانی یاد بگیری بلکه امروز تصمیم های ماست و به هر کس عزیز موقعیت تصمیم گیری برای در گرفتن زندگی داده شده تازگی و حیات عزیزان زندگی یک اتفاق درونیه اگه تو در درونت عیسی رو نداری اگه هر روز عیسی رو به وسیله کلامش و پرستش در بر نمیگیری اگه نور در تو نیست این توده ناامیدی افسردگی رو تو از گذشته همینجوری با خودت حمل میکنی تمام این توده های افسردگی و نگرانی روی زندگی تو و نسل تو سایه میافکنه و همینجور تو منتقل میکنی به نسل های بدی هیچ فرقی نمیکنه تو امروز کجا هستی چه تحصیلاتی داری آیا موفق بودی نبودی وقتی قلب تو برادر خواهر عزیزم مهمون عزیز عوض نمیشه وقتی قلب تو حتی اگه ایماندار باشی قلب تو تازه نمیشه روح تو تازه نمیشه به وسیله کلام خدا و شنیدن از خدا همان ضعف شخصیتی عزیز من همان حساسیت ها روز به روز هست چروکا اضافه میشه سن بالا میره اما تو حساستر رنجورتر یکی نمیتونه بغلت رد شه هزار تا داستان میسازی پر از حسرت، پر از اناد در خودت هستی. پر از حسادت و حسرت هستی. احساس میکنم که خدا داره حرف میزنه عزیزان. احساس میکنم دستش روی خیلی از افراد اینجا گذاشته و داره افرادی رو ملزم میکنه و داره کلام خدا به تو پیام میده. نه ترس، نه ترس. امروز در هر موقعیتی که هستی در ایمان، ایسا رو در آغوش بکش زندگی و حیات رو در آغوش بکش چرا؟ چون خود ایسا مشتاقه خود ایسا میخواد امروز در آغوش بکشیده بشه میتونم تو رو درک کنم یه کسی که از زمینه مذهب اومدی چه ایرانی باشی چه افغان زبان عزیز هیچ فرقی نمیکنه میتونم اینو درک کنم مهمونای عزیز خواهر برادر عزیز که خیلی سخته اعتماد کنیم همگی ما عزیزان این چیزی که خودم چشیدم خیلی رابطه خسته کننده ای با مذهب داشتیم کسی نبوده توی زندگی ما وارد شه که ریگی تو کفشش نبوده باشه برای همینه الان شاید فکر کنیم داریم سخنوری میکنیم حرف میزنیم فقط متوجه هستین؟ حق دارین اگه این فکر رو بکنین میدونین چرا حق دارین؟ چون خدا هم با همون عظمتش همین فکرهای شما رو یه روز کرد وقتی داشت فکر میکرد گفت کی رو بفرستم کی رو بفرستم کدوم مقدسی رو بفرستم کدوم پیامبر و انبیا رو بفرستم که به خاطر شهرتش نیاد روی این زمین به خاطر سیاست های پشت پردش نیاد وقتی نگاه کرد هیچ کس رو واجد شرایط ندید و نبود و خدا اینجوری دید که همه انسان ها یه ریگی تو کفشش شده. بنابراین خودش، عزیز من، خودش در ایسای مسیح برای جهان، جهانی که بدون عشق بود وارد این جهان شد در ایسای مسیح تا خودش این عشق رو به این جهان بدون عشق تزریخ کنه. جهانی یخ زده جهان خشک و بدون عشق پیام نجات دهنده عزیزان امروز پیام عشق پیام در آغوش کشیدن عیسی پیام عشق که در هیچ فلسفه در هیچ مسلک در هیچ مذهب در هیچ فرقه و دینی تو نمیتونی اینو بشنوی او با عشق نجات میده عزیزان با نصیحت و توبیخ و تنبیه و بکن نکنو قربونش برم که صبح تا شب میشنویم ما رو عوض نمیکنه او با عشق میفهمی عشق ما رو عوض میکنه و روی صلیب عیسی مسیح عشقش رو به من و تو ثابت کرد فقط عشق عیساست و در آغوش کشیدن این عشق که زندگی تو رو پر میکنه خواهر برادر عزیزم از هر چیزی که فاکتور عشق رو بیرون بکشی یک المنت خسته کننده میشه اگر زن و شوهر که با هم دارن زندگی میکنن بینشون عشق نباشه فقط یک هم اتاقی هستن اگه در کاری که میکنی عشق نباشه به جای اشتیاق پر از خسته کنندگی و ملال میشه برای تو اگه در اعتقاداتت حتی در مسیحیت در کلیسا عشق نباشه به خدا و به کلیسا تو یک آدم مذهبی و شریعتی هستی که هم به خودت و هم به اطرافیانت صدمه میزنی عزیز من اگه فاکتور عشق و از روی جهان برداری هیچی از دنیا باقی نمیمونه و خدا اینو دید و گفت زمین خالی از عشقه خوبه که پسر یگانم رو بفرستم این عزیزترینم رو بفرستم تا هر کی که به او ایمان آورد تا هر کی که به او ایمان آورد تا هر کی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاوید یابد بلکه زندگی جاوید یابد بلکه این نور حیات رو یابد بلکه این نور رستگاری رو یابد آمین نمیدونم چرا خیلی از ماها باورمون نمیشه چرا باورمون نمیشه که خدا به خاطر عشق من و تو رو این زمین مرد چند وقت پیش یه مقاله رو میخوندم که یه عده پدران در آفریقا به خاطر اینکه که بچه هاشون گرس نبودن و نان نداشتن و نمیتونستن تحمل کنن دست جمعی خودکشی کردن چرا باورت نمیشه که خدا طاقت گرسنگی روح من و تو رو نداشت خدا طاقت فقر روح بچه هاشو نداشت اون نایمت شهید بشه تیر بارونش کنن یکی بکشتش بلکه داوطلبانه خودکشی کرد با شنیترین و فجیترین مرگ ممکن متوجه هستی؟ به خاطر من و تو خدا انقدر جهان رو دوست داشت انقدر عاشق بچه هاش بود بچه هایی که گرسنه و تشنه حیاتن تا پسر یگانهش رو فرستاد تا هر که که به او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه نور حیات رو در آغوش بگیرد چند لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم ای خدای عظیم خدایی که نور و نجات مایی خدایی که ملجای جان مایی خدایی که انقدر دلت سوخت برای گرسنگی روح بنی بشر برای اون توهی بودن بچه هات برای اون خالی بودن بچه هات که بهای گرانی دادی از آسمانها ها در گذشتی خود تو خالی کردی تا امروز بچه های تو این عشق و این زندگی رو در بر بگیرن خدایی که از ما و مایان تفقد کرد و یک شاخ نجات قدرتمند نه فقط برای قوم خودش برای قوم ها مهیا ساخت ای رول قدس الان نوبت توست تو چشمای تو میبینه چشمای نافذ تو اونایی که فقط میرن و میان خداوند شاید میرن و میان حتی گرسنگی خودشون رو نمیبینن توهی بودن خودشون رو نمیبینن خداوند منم یک روزی فکر میکردم منم فکر میکردم اگه زندگی خوبی داشته باشم کسایی دوستم داشته باشن اگه اینو به دست بیارم اگه اونو به دست بیارم شاید مزه حیات و زندگی حقیقی اون خوشی حقیقی رو بچشم این روح القدس دعا میکنم که همین الان اون فقر روح اون تشنگی اون اوریانی اون توهی بودن اون گرسنگی رو به کسی که خودش نمیدونه یا میدونه حق جویه فقط پرده رو از چشما برداری خداوند دعا میکنم که کوران امروز بینا بشن دعا میکنم که کران مثل شمعون شنونده باشن و نجات پرشکوه تو رو بشنون دعا میکنم که شمعونها اونها امروز به دعوت بلند تو لبک لب بگن و خودشون داوطلبانه طلبانه این ایسای نجات دهنده این رستگاری نهایی و رهایی رو با تمام قلب و وجودشون در آغوش بگیرن کلیسای خداوند به خصوص اونایی که هنوز ایسا رو در آغوش نگرفتن دلم خود اگه فقط یک ذره قلبتون لمس شده با تمام قلب و جانتون یک آمین از تای قلبتون بگین آمین آمین الان او را که قادر است که من و شما رو از هر لغزش جهالت نشنیدن کوری روحانی کری روحانی حفظ کند و روزی در حضور حیات خودش در حضور نور خودش برپا داره استوار نگه داره بر آن خدای یکتا بر آن نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند جلال عظمت شکوه توانایی قدرت قوت از, از ازل تا ابد باد آمین و آمین